به نام خدا و شب شما بخیر. به محور امشب خوش آمدید. محور امشب ویژه روند صلح افغانستان و چگونگی مذاکرات صلح با طالبان است و در چندین بخش گوناگون با مهمانان گوناگون بحث مذاکرات و روند صلح را به بحث و گفتگو و رایزنی بیشتر میگیریم. اما در اول آقای محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان به گونه زنده از کابل با ما وصل است و با ایشان برنامه را آغاز میکنیم. خیلی خوش آمدید آقای داودزی به برنامه. تشکر، خوش آمدید. سلام بر شما و بیننده های عزیز. فکر میکنم فردا روانه پاکستان هستید آقای داودزی، سفر دارین؟ روز چهارشنبه بخیر سفر داریم برای 3 روز. چرا به پاکستان سفر؟ برای چی است؟ خب از یک مدتی به این طرف یک روند جدید در روابط دو جانبه آغاز شده، بحث های جدید آغاز شده که هدفش تقویت روابط دو جانبه است و همکاری پاکستان در مورد صلح هم شامل از او میشه. شما شاهد هستین که در ماه نوامبر سال گذشته صدر اعظم پاکستان آقای عمران خان به کابل تشریف آورده بودند، بحثای جدی و واضح صورت گرفت و حرف آخری از اونایی بود که ما حاضر هستیم که رفع مسئولیت کنیم. من ایسی اگه همسایتان شما برای ما واضح بگوین که توقعاتتان چی است، یک لست تقاضاها و توقعاتتان برای ما بتین. بسیار. بعد از او ما یک کار خانگی خود انجام دادیم، مشخصا ما خودم من ایسی نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان و حالا که بخیر میریم اونمو مواردی که روی از او فکر کردیم، روی از او بحث شده، او رو با پاکستان شریک میسازیم و ببینیم که کدام مواردشه اونا وعده میسپارند که اجراعات میکنن و کدام مواردشه عذر خود پیش میکنن. بسیار خب، با کیها میبینین آقای داودزی شما مشخص در پاکستان و کیها با شما در این سفر همراه هستند؟ خب اصل مسئله خویست که هیئت از کابل به ریاست ما میرن و همچنان در اوج همتای ما سفیر صادق خان که نماینده خاص صدر اعظم است از هیئت جانب پاکستانی نمایندگی میکنن یا رهبری میکنن. روز پنجشنبه بخیر بین دو هیئت مذاکره رسمی آغاز میشه. از این طرف در جزء هیئت ما نماینده شورای عالی صلح هست، نماینده وزارت خارجه است، نماینده وزارت حج و اوقاف است و دو سه نفر از همکارای ریاست جمهوری. بسیار خوب. و فهرست خواستهای کابل را شما به همتای خود می سپارین، نه به بالاتر از آقای صادق خان؟ خب اصولا نمو هست که هر کس با همتای خود می بینه و بحث می کنه، مذاکره می کنه. طبیعتا که بازو جز دولت است، ای نماینده خاص یک پدیده جدید است در روابط ما، هر دو جانب برش اهمیت خاص قائل است، مو اصولا نمیتو می باشه. آیا این فهرست یک فهرست بلند و بالایی است آقای داودزی؟ یعنی خواستهای زیاد درد شده در این فهرست و 5 خواست بسیار کلیدی و مهمی که شما حالا میبرین روی میز پاکستان میگذارین چی هستند؟ خب طبیعتاً که مسائل است که انعکاس دهنده خواهشات مردم افغانستان، توقعات مردم افغانستان از همسایهشان است. در او توقعات مردم افغانستان ما همه شاهد هستیم که مردم ختم جنگ میخوان و یک آتش بس عاجل میخوان که اوربند شوه، آتش بس شوه. مسئله دیگه که عمدتا روی از او بحث خواهد شد و توقع همکاری داریم از پاکستان که طالبان را تشویق کنند که روی میز مذاکره بیان و یک صحبت و مذاکره با معنا و با مفهوم آغاز شود.
دیگه مواردش هم ضروری نیست که دیگه یادآوری کنیم. همیدو موردش فکر میکنم بسیار مهم است. دیگه مواردش حاشیه است. طبیعتاً که دیتو مجالس مواردی که دو پیشرفت شده هم ذکر میشه، مثلا ویزا بین دو کشور بهتر شده، رژیم ویزا در عرصه تجارت و ترانزیت پیشرفتایی وجود داره. بسیار بحث ابتدایی بسیار مقدماتی روی برگشت وجاباجایی مهاجرین صورت خواهد گرفت. به همش ما یک نقشه را داریم که بعضی از جزئیاتی و نقشه را با اونا شریک خواهد ساخت. آقای داودزی، ولی سوال اصلی اینجاست که شما به کجای همکاری های پاکستان دل بستین در حالی که 35 روز میشه مذاکرات در دوحه عملا در یک بنبست رفته، متوقف است، طالبا میز را رها کردن و مشخص به گفته هیئت جمهوریت وقت طالبا از پاکستان برگشتن یک موقف سخت گیرانه و متفاوت از گذشته را روی دست گرفتن. چی میخواین از پاکستان؟ چقدر اعتماد دارین به پاکستان؟ آقای داودزی، خب این چیزی که شما بیان کردید یک حقیقت است. همیشه ما هیچ کدامش رد نمی کنم، مذاکرات به تعویق افتیده و متاسفانه بعد از سفر هیئت طالبان به پاکستان به تعویق افتاد. ولی ما حساب می کنم روی ازی که صدر اعظم پاکستان در سفر اخیرش بسیار قاطعانه گفت که ما هر نوع همکاری که در توان ما هست حاضر هستیم، ولی شما لیست بدین، لیست مشرح با دلایلش و با شواهدش. اون لیست مشرح با دلایل و با شواهدش با یک نقشه رای تطبیقش خدمتشان میدیم. حالا اگر با این قضاوت کنیم که گذشته چی بود، خب باید هیچ طرف پاکستان سهل نکنیم که او ممکن نیست. همسایه را خدا داده، ما باید رای حل زندگی مسالمت آمیز پیدا کنیم با پاکستان و خدا کنه روزی بیاید که منیس دو همسایه مسلمان و برادر با هم زندگی کنیم. و این بازی اتهام بندی که از طرف ما حداقل به بنیاد هم نیست، معجه هم است اکثرا که به این خاتمه پیدا کنه بالاخره که مردم افغانستان عوض اتهام بندی و عوض شکایت از اونا تشکری کنیم. مثل که ایالات متحده امریکا که با تحریک طالبان مذاکرهشان آغاز شد از پاکستان خواهش کرد که کدشان همکاری کنه و تا جایی که اعلان شد و ما شما شنیدیم پاکستانی هم گفت که ما همکاری کردیم، امریکا هم تایید کرد و تشکری کرد. حالا حق ما سر پاکستان بیشتر از حق امریکا سر پاکستان است. ما توقع داریم که اونا حق همسایه‌داری خود ادا کنن و مسئولیت و وجیبه خود ادا کنن. درست. که طالبان را تشویق و ترغیب کنن که اولا بر روی میز مذاکره بیه و بعد مذاکره با مفهوم و با معنا و با هدف باشه که به نتیجه برسیم که بالاخره به خیر منجر به ختم جنگ شود و ختم جنگی که بعد از او جنگ نباشه. بسیار خوب. به شرط این که تمامی این سرمایه گذاری ها بر پاکستان آقای داودزی نقش بر آب نشوند که در گذشته متاسفانه چنین شده. ولی پس از سفر آقای عمران خان به کابل، ملموس ترین یا کلانترین نتیجه ای که سفر داشت یا کلانترین کار و مؤثرترین کاری که پاکستان در راستای صلح افغانستان برداشت و افغانستان سود برد چی بود یا چی است؟ خب در عرصه‌های دیگه خب پیشرفتایی بوده، قسمی که یادآوری کردم در رابطه و در رفت و آمد بین مردم، بین سیاسیون. در مورد صلح آغاز شد از سفر دکتر صاحب عبدالله که سفری داشتن به اسلام آباد، باز هم سال گذشته که بعد سالیان طولانی سفری داشتن و بعد از دکتر صاحب عبدالله دیگه سیاسیون هم سفرهای داشتن، قبل از او هم داشتن که باز بالاخره آقای عمران خان به کابل تشریف آوردن و وعده های خود کردن. ما هیچ وقت از مین نمی باشه، ما پیش قضاوت نمی کنم، کوششم نمی کنم پیش قضاوت کنم. ما شواهدی را که می بینم مرا امیدوار می سازه که انشالله که پاکستان مسئولیت خود رفع خواهد کرد. درست. در مسئله خود شما آقای داودزی، خب چندی است که این مسئولیت شما دارین و به شانه می کشین، چقدر موفق بودین؟ مردم می پرسن آیا
صادقانه یا حداقل عدالت نیست که بگویم شما چندان موفق و پیروز در کارتان نبودین یا نزدیک به ناکامی بوده کار شما. کم از کم پاکستان را نتانستین هم رکاب کابل بسازین در صلح با طالب. خب یک مشکلی که بین دو همسایه 70 و چند ساله باشه او در 7 ماه حل نمیشه، اما پیشرفتای هست که باید حوصله داشته باشیم که وقت و زمانش آمد انشالله نتیجهش خودتان میبینین و مردم افغانستان میبینن. ما هم از مردم خود حمایت توقع دارم و هم دعا توقع دارم. بدون ختم جنگ ما چاره نداریم، دیگر راهی نیست که ما بدون از اینکه همکاری پاکستان داشته باشیم و جنگ ختم کنیم. برای ختم جنگ، برای آوردن صلح پایدار همه همسایه ما رول داره، ولی رول پاکستان کلیدی هست. بسیار خوب آقای داودزی، خوب قرار است ما و شما یک فهرست به اسلام آباد ارائه بکنیم. بدون شک بدهبستان بوده معمولا در روابط کشورها، مخصوصا در روابط بین الملل و همسایه ها اینا. پاکستان هم حتما فهرست داره که به کابل یا سپرده یا قرار است بسپاره. ما در جریان نیستیم که اونا روی فهرستی کار کردن. البته توقع روابط بالمثل داشتند و موضوعات تجارت و ترانزیت و ویزا، و طبیعتا که ممکن اونا هم نگرانی دارند برای امنیت خود که شاید مربوط به افغانستان شو و شاید نشو، ولی او هم پیش قضاوت است. ما طرف خود آگاه هستم که ما کار خانگی خود کردیم. ما آماده هستیم که به شکل منظم روی میز مذاکره امرای طالبا بشینیم. با این یک امر مهم و ضروری هست برای آوردن صلح به افغانستان که افغان ها هم بین خود مذاکره کنند، جمهوری اسلامی افغانستان با طالبا مذاکره داشته باشه. بله. ولی همزمان تجربه نشان میده که ما باید با پاکستان هم مذاکره موازی داشته باشیم که مسائلی که باعث ازی شوه که پاکستان در گذشته همکاری جدی با پروسه صلح نداشته باشه اون مسائل رفع و دفع کنیم. بازم که همه کشورهای منطقه رول داره و او یک بحثی است که مشخصا مربوط به من نمیشه مستقیما، اما غیر مستقیم از او زاویه هم نگران هم هستیم و سر از او کار هم جریان داره که حمایت دیگه کشورهای منطقه هم حاصل کنیم. بسیار خوب آقای داودزی، سفرهای رهبران سیاسی به پاکستان از آقای حکمتیار گرفته تا آقای خلیلی، بعد آقای احمد ولی مسعود، و فکر میکنم که کارت دعوت پاکستان روی میزی برخی های دیگر هم قرار گرفته و برشان رسیده، معنایش چیست؟ آیا این سفرها سفرهای در هماهنگی با شما و حکومت افغانستان صورت میگیره؟ آیا بدون هماهنگی است؟ و چرا پاکستان به دنبال سیاسیون افغانستان افتاده؟ خب در مجموع یکی از مواردی که زیر بحث با هست ویست که اول رابطه دولت با دولت تقویه کنیم، رابطه دولت با مردم، یعنی مردم مثلا دولت افغانستان حق داشته باشه که با مردم پاکستان رابطه خود خوب کنه و دولت پاکستان حق داشته باشه با مردم افغانستان رابطه خوب داشته باشه، مردم از خود راضی نگاه کنن. حال در این راستا بعضی از سیاسیون شخصیت های ملی که بعدها شروع میشه، جامعه مدنی، مطبوعات، گروپ های مختلف اونا دعوت میکنن، ما هم دعوت میکنیم. توجیهی که پاکستانی ها با ما شریک ساختن که چرا سیاسیون دعوت میکنن در این مرحله و چطور تصمیم میگیرن که کی را اول دعوت کنن و کی را دوم و سوم، گفتن ما در گذشته اشتباهاتی داشتیم که در بین افغان ها دوست و دشمن جور کردیم. ما کوشش میکنیم که همه افغان ها را با دوست خود نگاه کنیم، دوست بسازیم، مراوده با همه افغان ها داشته باشیم.
عالی که شخصیت های سیاسی از اینجا میرن با دولت هماهنگی میکنن، یعنی اکثرشان با دولت که رابطه خوب دارن هماهنگی میکنن. طور مثال خلیلی صاحب منیس معاون اسبق ریاست جمهوری، اونا قبل از سفرشان هم با رئیس جمهور دیدن و بعد از سفر خودم گزارش دادن. تو آقای احمد ولی مسعود، اونا از طرف سفیر ما استقبال شدن و وجه سفارت ما در همه اقداماتشان و در مجالسشان در جریان قرار داشتن. دیگه بر صورت در این مورد کدام فرمول و کدام قانونی موجود نمی باشن. شخصیت های سیاسی شخصیت های آزاد هستند، مستقل هستند در کارکرد خود، در بیانات خود. مربوط به اونا میشه که چقدر با دولت قبل از سفر هماهنگی میکنن، در دوران سفر هماهنگی میکنن، از موضع دولت چقدر حمایت میکنن، یا هم خدا نخواسته در پاکستان بر علیه دولت خود گپ میزنن. این مربوط به اونا میشه. درست، ولی فکر میکنین تفاوت میان دعوت سیاسیون افغانستان از سوی پاکستان و دعوت گروه طالبان از سوی ایران و روسیه وجود داشته باشه؟ چرا حکومت افغانستان وقتی طالب را در مسکو و تهران میبینه سر و صدایش بلند میشه، ولی وقتی سیاسیون را در اسلام آباد میبینه خاموش مانده؟ مسئله سیاسیون رفتن و دعوت شدن به اسلام آباد و سفر کردن، این به اساس تفاهم شفاهی بین کابل اسلام آباد بوده، در این کدام حرج نیست. بازم تکرار میکنیم، این که باز چی میکنن مربوط خود شخصیت های سیاسی میشن. اما سفرهای طالبان در منطقه او یک بحث علیحدہ هست، او مربوط به این بشه که کشورهای منطقه به خاطر که از پروسه صلح حمایت کنن، منافع آینده خود تضمین کنن، اونا خواهش دارن که با طالبان یک مراوده داشته باشن. اگر قرار باشه که به حل سیاسی قضیه افغانستان برسیم، او خود در صورت هست که طالبان جز نظام باشن، جز دولت باشن، جز امی جامعه شوند. کشورهای منطقه باز در او صورت از حال میخواهند که کتای طالب ها یک مراوده داشته باشند. درست، مثل که با دیگه احزاب سیاسی مراوده دارند. بسیار خوب، ولی سخنان آقای حکمتیار را شما در پاکستان شنیدین؟ آقای داودزی، بله شنیدیم، ولی عکس العملی که در برابر سخنانشان در افغانستان بود او را ما دیدیم. عکس العمل ملی، عکس العمل مردم، عکس العمل مطبوعات، عکس العمل جامعه مدنی، او را همه شما شاهد بودیم. و حیثیت حکومت که در اسلام آباد صدمه دید چطور اعاده میشه؟ حیثیت حکومت یا دولت به اینکه پا صدمه نمیبینه. حیثیت دولت و صلابت دولت، ما یک دولتی در مطابقت به قانون اساسی هستیم و با اراده مردم رئیس جمهور منتخب داریم، با اراده مردم پارلمان منتخب داریم و پارلمان باز کابینه را رای میده، نظام قضایی ما را رای میده. عزت ما در دموکراسی ماست، عزت ما در قانون اساسی ماست، عزت ما در مسلمان بودن ماست. سپاسگزار آقای داودزی. در پایان بسیار کوتاه اگر بگوین، جدای این فهرسته که شما حالا دارین میبرین به پاکستان، آیا رئیس جمهور اشرف غنی پیام خاصی به شما داده تا انتقال بتین به پاکستان، مقامهای پاکستانی روشنتر؟ او یک امر طبیعی میباشه و نمیخواین بگوین؟ بله او هست، او میباشه همیشه. میخواین بگوین چی است یا نه؟ نه، او خب باید با مو کسی که باید مخاطبش بسازم با مو برسه. ممنون از حضور شما در برنامه آقای محمد عمر داودزی.